سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران به یک سال و نیم حبس محکوم شد وی با اعلام این خبر به پیام نو دلیل این حکم را نوشتن دو نامه به حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان و حمید رسایی ذکر کرده است. به گفته آقای زیبا کلام وی در اش خطاب به آقای شریعت مداری پرسیده پرونده هسته ای ایران چه دستاوردی برای اقتصاد کشور داشته است؟ اما آقای شریعت مداری پاسخی به این پرسش نداده و گفته چرا شما از متهمان پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی دفاع می کنید؟ آقای زیبا کلام در پاسخ گفته ایشان چه جرم وحشتناکی را مرتکب شده که حکم آن است این استاد دانشگاه تهران گفته است دادستان انقلاب این دو نام باقای شریعت مداری را مصداق سه جرم دانسته است فعالیت تبلیغی علیه نظام نشر عکاذی به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به قضات و مسئولان قضایی آقای زیبا کلام گفته است برای توهین به قضات و دستگاه قضایی به شش با حبس تعذیری و برای پرسش از حسین شریعت مداری به یک سال حبس محکوم شدم و به هر دو حکم اعتراض کردم. دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های های مجلس پژوهشی را با عنوان ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی منتشر کرده که در آن آمارهای قابل تأملی در زمینه آسیب های اجتماعی در کشور منتشر شده است از جمله اینکه سن روسپیگری در ایران به 15 سال رسیده است این پشوهش همچنین نشان میدهد که بیش از 60 درصد از زنان سابقه تعرض جنسی را داشتند. همچنین در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به تحقیقات دیگری که در سال 87 از چند دانشگاه دولتی در تهران انجام گرفته نشان میدهد نزدیک به 82 درصد دانشجویان موافق گفتگوی دوستانه با جنس مخالف بودند. مؤسسه اقتصاد و صلح در گزارشی تازه از شاخص صلح جهانی در سال 2014 فهرستی از 162 کشور بر اساس این شاخص منتشر کرده که ایران در آن به لحاظ شاخص صلح جهانی در رتبه 131 قرار گرفته است. در سال 2013 ایران رتبه 137 را به خود اختصاص داده بود. بر اساس این گزارش کشورهای ایسلند، دانمارک و اتریش به ترتیب صلح‌آمیزترین کشورها هستند. محمد نقده نقدی فرمانده سازمان بسیج میگوید تنها 5 درصد بینندگان ماهواره دنبال برنامه علمی هستند و 95 درصد دنبال تنوع طلبی هستند که نتیجه تنوع طلبی رسیدن به وضعیت قوم لوط است آقای نقدی افزوده چرا باید جامعه به سمت و سویی برود که 18 درصد افراد به دلیل موسیقی به این شبکه روی آورند نقدی هشدار داده اگر جمهوری اسلامی نتواند جامعه را در این زمینه متقاعد کند در این جنگ شکست خواهد خورد بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر بیش از 70 درصد ایرانیان بیننده شبکه های هستند و برنامه این شبکه ها تاثیر گسترده بر سبک زندگی آنها داشته است. در حالی که فردا جمعه دور پنجم مذاکرات به پایان میرسد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با بیان اینکه کار نگارش متن برنامه اقدام مشترک جامعه آغاز شده گفته است اختلافات اساسی است و مذاکرات هم به سختی پیش میرود. گفته می شود این اختلافات بر سر مسائل همچون تعداد سانتریفیوش ها، میزان و سطح غنیسازی و همچنین جدول زمانبندی لغو تحریم هاست. به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد جواد ظریف که رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی است در سومین روز مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در جمع خبرنگاران گفت در دو روز گذشته بحث های بسیار سختی داشتیم برخی مواضع طرف مقابل کاملا غیر قابل قبول است ظریف با بیان اینکه از روز چهارشنبه کار نگارش متن آغاز شده است البته با کندی تاکید کرد هنوز اختلافات اساسی وجود دارد اما همچنان امیدواریم که کارها پیش رود ظریف در عین حال گفت آغاز نگارش متن معنیش این نیست که به تفاهم رسیده ایم هنوز اختلافات اساسی داریم از نقاطی که تفاهم داریم و میتوان آن را روی کاغذ آورد فعلا نگارش را شروع کرده ایم و بعد روی موارد اختلافی می رویم وی در پاسخ به سؤالی با بیان اینکه اختلافات بین طرفها قابل توجه است یادآور شد البته این متن هم دارای نقاط اختلافی خواهد بود وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه نگارش چه مواردی شروع شده است گفت اجازه دهید مذاکرات انجام شود و متن تدوین شود اینکه کدام مورد را شروع می کنیم و نمی کنیم بستگی به این دارد که کدام مورد آماده تر برای نوشتن است و کدام بیشتر زمان میبرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا تا 20 جولای مطابق با سی تیر ماه توافق جامع حاصل خواهد شد اظهار داشت. اگر اراده سیاسی و واقع بینی وجود داشته باشد حتی قبل از این زمان نیز توافق صورت می گیرد. همین راستا گزارش ها از وین ها کیست ایران و قدرت های غربی نتوانستند بر سر تعداد سانتریفوش های ایران به توافق برسند. خواسته غربی ها محدود کردن توان غنیسازی ایران و افزایش قدرت آژانس در بازرسی از تأسیسات هسته ایران است. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته است ایرانی ها هنوز نسبت به کاهش تعداد سانتریفوش به رقمی قابل قبول تمایل نشان ندادند. به گفته دیپلمات غربی توافق بر سر تعداد سانتریفوش های ایران به مشکل بزرگی تبدیل شده است یک دیپلمات ایرانی نیز در گفتگو با رویترز وجود این مشکل را تایید کرده است او گفته است رهبر ما خط قرمزی را برای مذاکره کنندگان تعیین کرده است که غیر قابل تغییر است و باید به با آن احترام گذاشته شود غنیسازی اورانیوم در ایران باید ادامه پیدا کند و هیچ یک از تأسیسات هسته‌ای نیز تعطیل نخواهد شد به گفته این دیپلمات ایرانی رقم پیشنهادی غرب در مورد تعداد سانتریفوش ها شبیه شوخی است و غیر قابل قبول به گزارش رویترز غربی ها نمیخواهند تعداد سانتریفوش های ایران از چند هزار تجاوز کند اما ایران خواهان داشتن ده ها هزار سانتریفوش در تاسیسات غنی خود است در حال حاضر ایران دارای 19 هزار سانتریفوج است که از این تعداد تنها ده هزار دستگاه آن مشغول به کار است. عباس عراقچی دیگر مذاکره کننده ایران پیشتر با بیان اینکه مذاکرات با جدیت ادامه دارد در این حال اعتراف کرده بود که ایران و کشورهای پنج به علاوه یک تا رسیدن به توافق مورد نظر همه طرفها فاصله دارند. وی به موارد اختلافی اشاره کرده و گفته بود که در تمام طول مذاکرات از جمله در وین چهار بدون دست یافتن به نتیجه مشخصی بر سر آنها بحث شده است مذاکره کننده ارشد ایران گفت موضوع اول اصل قنی سازی است اما اینکه در چه سطح و اندازه‌ای و با چه محدودیت ها و درصدی باشد موضوع مذاکره است که در مورد آن توافق حاصل نشده است او افزوده بود طرفین در مورد نیروگاه عراق و تأسیسات زیرزمینی فردو نیز هنوز به چارچوب کاملا مورد توافق نرسیده و درباره آنها همچنان اختلاف نظر وجود دارد به گفته وی یکی دیگر از مسائل کلیدی مورد اختلاف چگونگی و جدول زمانی تعلیق و لغو تحریم هاست مطابق توافقنامه موقت ژنو توافق نهایی باید تا 20 ژوئیه امضا شود اما این مهلت می تواند ماه دیگر تمدید شود نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک از روز دوشنبه در وین پایتخت اتریش برای دور جدیدی از مذاکرات به منظور دستیابی به توافق جامع گرد هم آمدند. ظریف پیش از شروع رسمی مذاکرات با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ناهار کاری صرف کرد و پس از آن با حضور اشتون مذاکراتی با ویلیام جوزف برنز قائم مقام و معاون ارشد وزیر امور خارجه آمریکا داشت. روز سهشنبه نیز یک نشست رسمی و عمومی ایران و پنج به علاوه یک با حضور ظریف و اشتون برگزار شد. پنجمین دور مذاکرات ایران در وین تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ناظران و نمایندگان خود را به دلیل بیاعتمادی و تقلب وسیع و سازمان یافته از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فراخوان. آقای عبدالله در توضیح این اقدام گفته است به خواستهای مشروع او و تیمش پاسخ داده نشده است تعلیق زیاالحق امرخیل رئیس کمیسیون انتخابات پاسخگویی در مورد میزان مشارکت 7 میلیونی مردم و رسیدگی به تقلب گسترده در برخی از استانها از جمله خواستهای آقای عبدالله هستند تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزعی از عبدالله خواسته به آرای مردم احترام بگذارد و منتظر اعلام نتایج از سوی کمیسیون انتخابات بماند دادگاهی در آنکارا جنرال کنان اورن رئیس جمهور اسبق ترکیه و جنرال تحسین شاهینکایا فرمانده اسبق نیروی هوایی این کشور را به اتهام کودتا به حبس ابد محکوم کرد کنان اورن در سال 1980 با کودتای نظامی ریاست جمهوری ترکیه را در دست گرفت و تا سال 1989 در این سمت باقی ماند ژنرال تحسین کایا در زمان کودتا فرمانده ی نیروی هوایی را بر عهده داشت لغو مسئولیت سیاسی آنان طبق قانونی که در سال 2010 تصویب شد محاکمه آنان را امکان پذیر ساخت دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس میگوید شبه نظامیان افراطی در عراق در حال برنامه‌ریزی برای حمله به بریتانیا هستند به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کمرون در پارلمان انگلیس گفت من به افرادی که فکر می کنند فعالیت این افراتیون در عراق به ما ارتباطی ندارد و اینکه تلاش آنها برای ایجاد حکومت جدید در عراق بر ما تاثیر ندارد مخالفم معتقدم که این اقدامات افراتیون بر ما نیز تاثیر می گذارد. در ادامه بحران عراق عربستان سعودی به ایران هشدار داد در امور داخلی عراق دخالت نکند شخصاده سود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین از عراق خواست تا به دور از مداخله خارجی و دستورالعمل های دیکته شده از بیرون به خواستهای مشروع مردم پاسخ داده و آشتی ملی ایجاد کند به گزارش خبرگزاری رویترز سعود رو الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در شهر جده گفت وضعیت خطرناکی که در عراق پیش آمده نشانه از جنگ داخلی را با خود دارد و نسبت به عواقب آن در منطقه هشدار داد. به از عراق خواست تا به دور از مداخله خارجی و دستور های دیکته شده از بیرون به خواسته های مشروع مردم پاسخ داده و آشتی ملی را ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری رویترز اگرچه عربستان سعودی کشور خاصی را به دخالت در امور عراق متهم نکرد اشارش به جمهوری اسلامی بود که همواره از حامیان حکومت شیعه در عراق و سوریه بوده است. این اظهارات در حالی از سوی عربستان ابراز شده که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هشدار داد که ایران برای حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در عراق از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد گفتنی است عربستان سعودی و قطر روز دوشنبه نوری المالکی نخست وزیر عراق را در به وجود آمدن بحران کنونی عراق مقصر دانستند و بغداد را به فرقه گرایی متهم کردند عبدالعزیز خوجه وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان روز دوشنبه 26 خرداد ما نقش داشتن نیروهای خارجی در بحران کنونی عراق را رد کرد و گفت اگر دولت عراق در سالهای گذشته بر سیاستهای فرقی و انحصاری خود پافشاری نمیکرد، این بحران ایجاد نمیشد. در همین روز خالد العطیه وزیر امور خارجه قطر نیز فرق شیعی و تنگ نظرانه دولت نوری المالکی را عامل ایجاد بحران در عراق دانست و گفت که بغداد با پیگیری سیاست های فرقی خود سنی مذهبان عراق را به هاشیه رانده و ترد کرده تحسنهای سلحامیزان ها را برهم زده علیه آنها اعمال خشونت کرده و مخالفان سنی را تروریست خوانده است به دنبال آن نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز عربستان سعودی را به حمایت مالی و معنوی از شبه نظامیان سنی متهم کرد آقای مالکی گفته بود که عربستان مسئول جنایاتی است که در عراق رخ دهد. در همین حال وبسایتی نیز برای ثبت نام داوطلبان مبارزه با شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام داعش در ایران راه اندازی شده که طبق گزارش بین 5 تا 6 هزار نفر در آن ثبت نام کردند با این حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که با هر گونه دخالت نظامی در عراق مخالف است حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز تاکید کرد که به هیچ وجه نیرویی از ایران به عراق اعزام نمی شود و همچنین ابزود همکاری جمهوری اسلامی و آمریکا در عراق هرگز اتفاق نمی افتد و معنی ندارد در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که در حاشیه مذاکرات هسته‌ای 26 خرداد ماه در وین جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار مختصر درباره عراق و داعش گفتگو کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته که در به موضوع عراق اشاراتی شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که واشنگتن آماده است با جمهوری اسلامی درباره عراق مذاکره کند. سناتور لنسی گراهام از این مذاکره استقبال کرده اما سناتور جان مککین با آن به شدت مخالفت کرده است در همین راستا جان بنر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت که به نظر او آمریکا به هیچ وجه نباید برای مبارزه با داعش با جمهوری اسلامی وارد گفتگو شود و تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان از حامیان تروریسم در سوریه، لبنان و اسرائیل است در رویداد دیگر تنشها در عراق همچنان ادامه دارد و در همین راستا وزیر امور خارجه این کشور از آمریکا خواسته است تا حملات هوایی را علیه شبه نظامیان داعش ترتیب دهد حشار زیباری در این رابطه به خبرنگاران گفت که این درخواست در چارچوب توافق امنیتی دو جانبه میان عراق و آمریکا صورت گرفته است ایالات متحده هنوز به این درخواست واکنشی نشان نداده است اما روز چهارشنبه برخی از رهبران کنگره با باراک اوباما رئیس جمهور این کشور دیدار و درباره عراق گفتگو کردند ایالات متحده تاکنون اعلام کرده است که به منظور محافظت از سفارت خانه های خود در بغداد و دیگر کشورها حدود 300 سرباز به آن منطقه اعزام کرده است در همین حال خبرگزاری آسو شتر پرس به نقل از مقامات آمریکا گزارش داد که انتظار نمی رود باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گزینه حمله هوایی به را تایید کند چرا که این گزینه در شرایط کنونی کارآمد نخواهد بود به گفته این منابع اهداف مشخص چندانی وجود ندارد که بتوان با حملات هوایی آنها را در هم کوبید و مانع پیش روی های سریع گروه داعش دولت اسلامی عراق و شام شد که همین امر باعث می شود آقای اوباما از گزینه حمله نظامی احتمالاً صرف نظر کند با این حال آسو پرس تاکید می کند که دولت آمریکا هنوز موضوع حمله هوایی را به طور رسمی رد نکرده به ویژه اگر هدفهای مهمی پیدا شود که باید مورد حجوم قرار بگیرن عراق در روزهای اخیر شاهد شدت یافتن جنگ های فرقی و پیش روی های سریع شبه نظامیان داعش است که شمال کشور را به تصرف خود در آوردن و به بغداد هم نزدیک می شوند درگیری میان نیروهای ارتش عراق و داعش همچنان ادامه دارد ارتش عراق در آخرین اخبار اعلام کرده که موفق شده است نیروهای داعش را از بجی شهری که بزرگترین پالاشگاه عراق در آن است عقب براند در همین رابطه گزارشی داریم از محمد رضا شهید خبرنگار ما در پاریس که از موضع فرانسه نسبت به تحولات اخیر عراق میگوید با رخدادهای هر روزی عراق یک بار دیگر دولت فرانسه نگرانی های خودش را از آنچه که در عراق و به خصوص در منطقه میگذرد ابراز داشت جدا از سخنان سخنگوی وزارت خارجه که به اون خواهم پرداخت رسانه های فرانسه و افکار سیاسی نگران گروه تروریستی داعش هستند که قبلا هم دولت فرانسه این گروه رو تروریست خوانده بود گزارشگر ویژه نوبل ابزرواتور به منطقه با عکس ها و فیلم هایی که فرستاده بار دیگر سخنان مردم عراق رو تاکید میکنه که این گروه تروریستی که متاسفانه هر روز بر تعدادشون هم افسوده شده وضعیت رو بسیار بدتر و وخیمتر از اون چیزی در که ما در بیرون مرزهای عراق میشنویم و یا میبینیم یک تحلیلگر به تلویزیون فرانس وند کتر در برنامه تحلیلی در مورد عراق گفت که این کشورهای غربی هستند که عراق رو به شیعستان سنیستان و اراقستان تبدیل میکنند و مسیر پیش رو به تجزیه اراق خواهد انجامید در این حال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه دیروز در مورد سوریه هم ابراز نگرانی کرد و گفت که گزارشی که در مورد استفاده از گازهای شیمیایی و خشونت در سوریه مورد سوء ما بود اینک تضمین شده است در سایر نگاه های خبری چه در مجلس دیروز و چه در رسانه های مطرح امروز همچنان وضعیت عراق و وضعیت خاورمیانه مورد نگرانی و پرسش قرار گرفته است پاریس تلویزیون ایران فردا جک لو وزیر خزانه داری آمریکا گفته است به رغم کاهش برخی تحریم ها علیه ایران در چند ماه گذشته وضعیت اقتصاد ایران هنوز آشفته و به هم ریخته است به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای لو که در اسرائیل به سر میبرد گفته است تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده سختترین تحریم هایی است که تاکنون در حوزه اقتصاد جهانی به اجرا درآمده و به اقتصاد ایران آسیب زیادی وارد کرده است با تاکید بر اینکه فشار تحریم ها ایران را به پای میز مذاکره آورد گفته است شرایط اقتصادی ایران هنوز مناسب نیست و این کشور هنوز نتوانسته فروش نفت خود را بالا ببرد. جانشین معاون رئیس جمهور در دولت های نهم و دهم میگوید که 400 هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون به استخدام دولت درآمدند. به گفته وی در این دوره شماره کارمندان دولت به مرز دو میلیون نفر رسید از دولت احمدی نژاد با عنوان فاسدترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی یاد می شود این دولت و شخص احمدی نژاد مستقیما مورد حمایت آقای خامنه ای بود محمود ازگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت از سال 84 تا 92 خورشیدی استخدام 400 هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا محمود از آزاد گفت در دولت قبلی از سال 84 تا 92 650 هزار نفر به صورت رسمی پیمانی یا قراردادی استخدام شدند و استخدام 400 هزار نفر بدون نش آگهی و برگزاری آزمون بود. وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی تا پایان سال 91 تعداد 548 هزار نفر نیروی قراردادی جذب کردهاند گفت این در حالی است که ظرفیت مجاز این دستگاه ها برای جذب نیروی قراردادی 125 هزار نفر بوده است. به گفته وی بر اساس قانون دستگاه های اجرایی تنها مجاز به جذب نیروی قراردادی به میزان 10 درصد نیروی رسمی خود هستند. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تعداد مدیران دولتی در ایران را پنج ممیز یک برابر شاغلان دولتی کشور ژاپن اعلام کرد و گفت کشوری مانند ژاپن با 130 میلیون نفر جمعیت فقط 310 هزار نفر شاغل دولتی دارد. محمود عسکری آزاد گفت تعداد کارکنان دولت از مرز یک میلیون و هزار نفر گذشته و 600 هزار نفر نیز در بخش نظامی و انتظامی شاغل هستند. در کنار استخدام های غیرقانونی در دولت قبلی در این دوره بیش از سه هزار نفر نیز به شکل غیرقانونی بورسیه دوره دکترا گرفتند. معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان چند هفته پیش جزئیات این ماجرا را افشا کرد. مشتبه صدیقی پنجم خورداد به روزنامه ابتکار گفت بخشی از این بورسیه ها مربوط به آغازاده ها و نزدیکان جناهی و خانوادگی برخی از مسئولان فرهنگی دولت سابق بوده است. استخدام های بیرویه و غیرقانونی همزمان با بازنشستگی های زود هنگام باعث افزایش بودجه جاری کشور در هشت سال گذشته شده است. در این دوره سن بازنشستگی زنان نزدیک به پنجاه و سن مردان اندکی بیش از پنجاه سه سال بوده است. این میزان حدود ده سال کمتر از سن متوسط بازنشستگی در جهان است. مقامات ایران از جمله اصولگرایان بارها گفتند که دولت احمدی نژاد از فاسدترین دولت ها بوده است. از جمله چندی قبل غلام علی جعفرزاده عضو کمیته تحقیق و تفخص مجلس گفته بود افشای فساد گسترده دولت محمود احمدی نژاد منجر به ایجاد شوک اجتماعی و ضربه به نظام خواهد شد. آقای جعفرزاده به سایت تابناک گفته بود نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از برخی نهادها نشان می‌دهد ابعاد فساد در آنها بسیار بالا بوده و نمایندگان از افشای آن ترس دارند جعفرزاده گفته بود در دولت احمدی نژاد که مدعی پاک دستی بوده فسادهای رخ داده به صورت عمدی بوده است این نماینده مجلس در عین حال اضافه کرده نیروهای بازمانده از سیستم احمدی نژاد فشارهای زیادی برای انحراف مسیر کمیته تحقیق و تفحص وارد می که کار این کمیته را با مشکل مواجه کرده است. جعفرزاده ده شهریور سال 1392 نیز از اختلاس 170 میلیارد تومانی در بنیاد شهید خبر داده و گفته بود این مبلغ از ایران خارج شده است. وی چهار شهریور همان سال نیز افزوده بود بسیاری از مدیران در فسادهای مالی در این بنیاد دست دارند بحث درباره فساد دولت های محمود احمدی نژاد در هفته های اخیر بار دیگر شدت گرفته است که با گزارش وزارت علوم در رابطه با بورسیه غیرقانونی 3000 دانشجوی دکترا آغاز شد پس از آن محمد رضا خباز عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران اتهام دیگری به دولت آقای احمدی نژاد وارد آورد و گفت که افرادی پول واردات یک میلیون و ششصد هزار تن گندم را از بانک مرکزی گرفتند اما نه گندم را وارد کردند و نه پول را پس دادند بعد از وی هم نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی گفت که اساسا تخلفات مالی دولت احمدی نژاد آنقدر گسترده است که شاید بسیاری از این تخلفات هیچگاه مشخص نشود. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعی نوشت یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور آزادی اطلاع رسانی همچنان پایمال می شود. این سازمان همچنین عدم پیشرفت در عرصه آزادی اطلاع رسانی و وضعیت غیر قابل پذیرش روزنامه نگاران و نگاران زندانی را تقبی و نگرانی عمیق خود را در این باره اعلام کرده است. وبسایت جهان نیوز علت بازداشت سبا آذرپیک روزنامه نگار را ارتباط با صدای آمریکا مسعود بهنود و مسیح علی نژاد دو روزنامه نگار ایرانی ساکن خارج از کشور عنوان کرد جان نیوز سبا آزرپیک را زرتشتی معرفی کرده و نوشته است وی شبکه مجازی تشکیل داده و حدود 140 نفر از خبرنگاران اصلاح طلب را جذب کرده و آنان را پوشش خبری و سوژهی و اطلاعاتی می داده است. این وبسایت همچنین نوشته در یک مورد 300 شماره تلفن مهم از مسئولان کشور را به خارج از ایران فرستاده که در برخی موارد منجر به کسب اطلاعات و مصاحبه‌ای از مسئولان هم شده است. سبا روزنامه نگار هفتم خرداد ماه در دفتر هفته نامی تجارت فردا بازدار شد. حسن فیروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید فرماندهان سپاه اقدامات جدی در اصلاح امور رسانه‌ای این نیرو در مواجهه با دولت حسن روحانی را آغاز کردند و وی از این روند راضی است آقای فیروز گفته این اقدامات جدی پس از تذکر به رسانه های وابسته به سپاه در تغییر رویه خود در مواجهه با دولت یازدهم آغاز شده است. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید جامعه ایران به سمت گسست حرکت می کند و باید در خصوص مصیبت استحاله خواص با سابقه فکری شود. سعیدی در هفته های گذشته بارها به کسانی که به گفته وی خواص خوانده می شوند حمله کرده اشاره وی از خواص منتقدان علی خامنه و حاشمی رفسنجانی است. جشنواره موسیقی زنان که قرار بود از 24 خرداد در تالار رودکی یا وحدت برگزار شود یک ساعت قبل از شروع اولین اجرا لغو شد. به گزارش روزنامه شرق کامران همتپور گفت دبیر جشنواره موسیقی زنان یک ساعت قبل از شروع برنامه ترجیح داد این جشنواره به زمان بهتری مثلا بعد از ماه رمضان موکول شود و ما یک خبر برای ایرانیان ساکن لندن علاقمند به فیلم فیلم مستند یک گزارش روز شنبه 20 جوان سیوم خرداد ما با حضور دکتر بهمن مقصود لو در سالن کتابخانه مرکزی شهرداری کنزینگتون لندن از سوی کانون ایران به نمایش در می آید. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.